بعد من میفهمم که انگاری شعراشو از حرفاش بیشتر باید باور کنم. دوستان خوب سرشار از خوبی، سلام. امیدوارم علارغم همه طوفان‌هایی که ناگزیر هستن و در زندگی ما وجود دارن، حتی اگر سطح اقیانوس دلهاتون متلاطم میشه، عمقش همیشه از آرامش برخوردار باشه. از این ورا رد میشدم، گفتم دوباره یک سری بهتون بزنم، یک گپ و گفت شاعرانه‌ای باهاتون داشته باشم و از حضورتون مرخص بشم. منتها چون این مبحث کمی طولانی بود، اون رو به دو قسمت تقسیم کردم و در دو قسمت اون رو خدمت شما ارائه میکنم تا هم رعایت حوصله شما رو کرده باشم، هم وقت برنامه رو. در نتیجه این قسمت و قسمت بعدی در واقع یک مبحث محسوب میشه. در فصل اول کارگاه شعر یا همون طرح شایان به مطلبی اشاره کردم تحت عنوان دگردیسی مفهومی، که به طور خلاصه معنیش این میشد که اگر واژه یا عبارتی که همیشه سمبل مفهومی خاص و مشخص هست در شکلی تازه و با مفهومی تازه و متفاوت و حتی متضاد با کلیشه همیشگیش در شعری ظاهر بشه، ما با یک دگردیسی مفهومی روبرو هستیم. مثالش رو یادم هست که از یکی از ترانه‌های داریوش براتون آوردم به نام من، اونجا که میگه ببین به یک نگاه تو تمام من خراب شد، چه کردی با سراب من که قطره قطره آب شد. صدای من شدی، بوت منی شکستمت وقتی خدای من شدی. ببین به یک نگاه تو تمام من خراب شد، چه کردی با سراب من که قطره قطره آب شد. واژه سراب، عبارت قطره قطره آب شدن که همیشه معناش ذره ذره به اتمام رسیدن و نابود شدن هست، معنی کاملا متفاوت به خودش میگیره و تبدیل میشه به ذره ذره از عدم به وجود آمدن، از مجاز به حقیقت رسیدن، از وهم به یقین مبدل شدن. یه چیز خیلی مهم، اون هم اینه که هر دگردیسی مفهومی باید دو اصل زیبایی و رسانگی رو رعایت بکنه و منطق شاعرانه قوی رو در خودش داشته باشه تا بتونه ذهن سختگیر من و شما رو قانع بکنه. چند وقت پیش یک شعر کوتاه اما بسیار پرمفهوم از احمد شاملو خوندم به نام صبح. در اون شعر دگردیسی مفهومی عجیبی رو دیدم که بی‌تعارف منو شوکه کرد. من فکر میکنم در ذهن من و شما کمتر واژه‌ای به اندازه باران لطیف و زیبا و پاک باشه، اما در این شعر در ارتباط با همین واژه، یعنی باران، یا دقیق تر بگم قطره‌های باران، ما با یک دگردیسی مفهومی عجیب روبرو میشیم که به نظر من حیرت انگیزه. اجازه بدین شعر رو براتون بخونم، ببینید با من موافق هستین یا نه. همونطور که گفتم اسم شعر هست صبح. ولرم و کاهلانه آبدانه های چرکی باران تابستانی بر برگ‌های بی اشوه ختمی به ساعت 5 صبح. در مزار شهیدان هنوز خطیبان حرفه‌ای در خوابند.
حفره معلق فریادها در هوا خالی است و گلگون کفنان به خستگی در گور برده تعویز می کنند. به تردید آبله‌های باران بر الواح سرسری به ساعت 5 صبح. باورتون میشه؟ در این شعر قطره‌های باران به آبدانه‌ها یا به جوش‌های چرکی تشبیه شدن که در انتهای شعر این آبدانه‌ها تبدیل به تاول میشن. تمام ساختار شاعرانه ذهنی ما رو در ارتباط با باران و مفهومش به هم می‌ریزه. اما من فکر می‌کنم ارزشش رو داره که ما در این شعر به دنبال دلیل یا دلایل محکم و شاعرانه‌ای بگردیم که شاعر با استعانت از اون تونسته یک همچین دگردیسی مفهومی رو به وجود بیاره. در قسمت نهم فصل اول کارگاه شعر از آقای عین پاشایی با شما صحبت کردم و از کتاب از زخم قلب که من از این کتاب بسیار آموختم، به این خاطر که آقای پاشایی در این کتاب راه تازه و بدیعی برای خوانش شعر در اختیار من قرار داد. قصد دارم در جلسه آینده تحلیل آقای عین پاشایی رو در ارتباط با همین شعر، یعنی شعر صبح از احمد شاملو، خدمت شما ارائه کنم و من فکر میکنم در اون تحلیل ما به این دلیل یا دلایل محکم منطقی خواهیم رسید که چرا شاعری مثل احمد شاملو تصمیم گرفته برای بیان مفهوم درون خودش یک همچین دگردیسی مفهومی رو به ما انتقال بده. خواهش میکنم با من همراه بمونیم تا جلسه آینده این تحلیل رو از این مرد بزرگ تقدیم شما بکنیم. سپاسگزارم.